بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزای عزیز سلام. علی قیومی هستم، مدرس و مؤلف زبان انگلیسی کنکور. امروز از قاب ماز در خدمت شما هستیم. میریم سراغ زبان انگلیسی کنکور و زبان انگلیسی کنکور رو میخوایم توی 7 تا 8 تا همایش اگه لازم شد با فوق‌العاده های اضافه بهتر کنیم. بچه‌هایی که منو میشناسن، فیلمای منو دیدن، با من کار کردن و با من آشنا هستن، میدونن که هر حرفی رو میزنم و هر پیش بینی که میکنم در کنکور عینن میاد. شاید با بچهای ماز ما بعد از حل سوالات کنکور امسال که یه کوچولو هم امسال سخت بود با هم دیگه آشنا شدیم. بچهای 12 من اونجوری شناختن، ولی خب اعتقاد در ماز اینه که دانش آموز بهتری مبلغ ماست. انشالله که بتونم در سرنوشت درس زبان انگلیسی شما هم بسیار موثر باشم، که قطعا همینطور خواهد بود. هر کی تو کلاسه یه سلامی، احوالی، گلی، چیزی بفرسته تا بسم الله رو بگم و درس امروز رو شروع کنم و یه خورده راجع به زبان حرف بزنم. هر کی هست پیامشو برای من بفرسته. منتظر پیاماتون هستم. اگه یه سلام چیزی بفرستید میفهمم که آماده اید که میخوام بسم الله رو بگم امروز رو شروع کنم. انشالله قراره با هم دیگه 4-5 ساعت کلاس عالی داشته باشیم. خیلی هم عالی. بله، فوق‌العاده است. سلام و وقت بخیر به همگی. عالیه. سلام مجدد. خب سلام و روز خوش. یکی از دخترامون فکر کنم ملیکا سرعت اینترنتش یه خورده کمه، یه خورده براش صدا بد میره. دخترم اگه یه بار بری بیرون برگردی شاید یه رفرش بکنی خوب بشه. تجربه نشون داده که تو ایران هر چیزی رو رفرش کنی یا یه بار خاموش روشنش کنی قطعا درست میشه. پس به نظر منم این کار رو انجام بده. خب سلام و ارادت. سلام، مخلصیم. خب درس زبان انگلیسی درس 4 دفترچه کنکوره. یعنی اول ادبیات، بعد عربیه، بعد دینیه و بعد زبانه، که احتمالاً این رو میدونید. یکی از دلایلی که بچه‌های ما در کنکور زبان رو کم میزنن اینه که در دفترچه آخره. آخه دانش آموز ما زمان بندی یادش میره. یعنی میره ادبیات میزنه، عربی میزنه، دینی میزنه، به زبان که میخواد برسه دیگه وقت تموم شده. پس دوستای مشاور من در ماز یک، باید به شما در واقع کمک بکنن که این کار رو میکنن که شما زمانبندی درستی انجام بدید. پس قانون اول این که به زبان برسم. امروز کلاس رو با اولین جمله‌ای که شروع میکنم میگم اگر کسی برسه به زبان، ببین جمله منو گوش بده، برسه به زبان و 20 دقیقه لازم رو به زبان اختصاص بده، قطعاً میتونه زبان جزو بالاتر در سطح های کنکورش باشه. با اطمینان این حرف رو جلسه اول میزنم، محکم و سوار ضبطش کن که بعداً اگه اتفاق تو کار نمد افتاد بگو آقا می گفتی ما زبان رو بالا میزنیم، از همه درس هم بالاتر شده. بچه های عزیزم، زبان نیاز به یک پیش نیاز داره. پیش نیاز چیه؟ 7، 8، 9. آقا مگه 7، 8، 9 کنکور میاد؟ نه، ولی پیش نیازه بچه های عزیزم. اگر 7، 8، 9 رو نخونید واقعا یه جاهایی در 10، 11، 12 مشکل میخورید. خب آقا قیمی ما 7، 8، 9 کتابشو نداریم، مهم نیست، فایلشو براتون میفرستم. از بچه های ماز خواهش میکنم که حتما فایل کتاب 7، 8، 9 استیودنت بوک و ورک بوک رو براتون ارسال بکنم بذارن. ما احتیاج به یک پیش نیاز داریم، درست شد؟ پس این پیش نیازه باید وجود داشته باشه. ممکنه بگی آقا من کلاس زبان میرم، 7 خیلی برام ساده. میدونم شاید برای تو 1 ساعت طول بکشه، شاید برای مریم دخترمون که تو کلاسه 5 ساعت طول بکشه، برای یکی 1 روز، برای یکی 2 روز، اصلا مهم نیست. من میخوام از الان پایه رو درست کنید، همتون این کار رو باید انجام بدید. پس کتاب 7، 8، 9 روخانی شود. انشالله یه فایل پایه هم هست که اون فایل پایه رو باید براتون چیکار کنم بفرستم، که انشالله از بچه های ماز خواهش میکنم اون رو برای بچه هایی که انشالله تو این کلاس ما ثبت نامی هستن و ثبت نام کردن در اون کانال یا در اون گروه براشون چیکار کنن قرار بدن. اما طبق قولی که ما در برنامه همایش به شما دادیم، امروز باید بریم سراغ بخشی که در واقع میخواد درس داده بشه، یعنی بخشی از گرامر درس 1، 12، واژگان درس 1 و درس 1، 11. بچه های عزیزم، دخترها، پسرها،
من سعی میکنم تا جای ممکن زبان رو آروم درس بدم، طوری که بفهمن که فهمیدن تا الان چی نمیفهمیدن. به قول بچه های اصفهان به من یه جمله ای رو میگن. من حدود 6 7 سال اصفهان درس میدم، اگه اصفهانی ها تو کلاسن میدونن که من در آموزشگاهی اونجا در واقع تدریس میکنم. بچه های اصفهان به من میگن علی قیومی متخصص اونایی هن که هیچی زبان نمیفهمن، اونا رو به درس داد. این اسمیه که اونا روی من گذاشتن. به خاطر همین به این قضیه افتخار میکنم، برای شما هم همینطور خواهم بود. یعنی من این کار رو طوری انجام میدم که حتی اون بچه ای هم که احساس میکنه تا الان هیچی زبان نمیخواسته بزنه، تا الان همیشه زبانهاشو منفی میزده، تا الان نسبت به زبان حس بدی داشته، میخواسته تو دفترچه حذفش کنه، آخر سال نزدیک کنکور بگه شاید تصمیم بگیرم زبانم رو اول بذارم تو دفترچه. بله ممکنه میشه زبان رو هم اول زد، به شرطی که خودت و مشاورت این قضیه رو تایید بکنید. میخوایم بریم با هم دیگه درس امروز رو شروع بکنیم، با هم درسمون رو ادامه بدیم. من در مقاطعی مکس میکنم و سوالات شما رو جواب میدم. امروز فکر میکنم احساس میکنم بیشتر از چند هزار نفر در کلاس ما حاضر باشن. به این علت از روی پیام هایی که میاد من متوجه میشم، خواستید براتون فیلم میگیرم بهتون نشون میدم. به این علت من نمیتونم دونه دونه هی برم پیام ها رو چک کنم، یه جایی مکس میکنم، درس میدم، تموم که شد بعد سوالاتون رو هم جواب میدم. پس اجازه بدید هر وقت گفتم سوال بپرسید، اون وقت من در خدمتتون هستم. کسی فکر نکنه که آقا علی قیومی درس میده میره، اصلا حواسش به پیامای ما هم نیست. نه، من به پیام همتون حواسم هست و حتی بچه‌های ما از برنامه‌ریزی کردن که سوالات شما رو هم جواب بدم، سوالاتی که در مورد درس ها خواهید پرسید و در واقع خواهید داشت. خب من یه چیزی رو در واقع بگم، من فعلا اصلا راجع به کتاب و چیز حرف نمیزنم، فعلا درسم رو درس میدم بچهای عزیزم، میرم جلو. امروز که تموم شد در انتهای کلاس راجع به منابع و در واقع نوع درس خوندنم براتون چیکار میکنم صحبت میکنم، یه آخر یکی از تایما که خورده خسته شدید راجع به اینا حرف میزنم. فعلا که حالتون خوبه، پر انرژی و میخواهید امروز رو به قول من بهتره کنید زبان رو، بریم سراغ درسمون. خب اگه جزوه تو گرفتی، حالا اگر پرینت و اگر پرینت نیستش، بریم سراغ در واقع جزوه، بریم سراغ صفحه اول جزوه، با هم دیگه کار رو شروع کنیم. میایم اینجا، میخوام یک مروری بکنم از روی گرامر هفتم تا نهم. خانم سارا برای تایم استراحت، الان که ساعت 5 شروع کردیم، انشاءالله 6:30 اولین تایم استراحت ماست. 6:30 اولین تایم استراحت. آقا بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول کلاس ماز استار، توکل به خدا و با امیدی که این بچه‌هایی که تو این کلاس شرکت کردن بالاترین درصدشون درس زبانشون بشه. صفحه من وایده. خب میرم سراغ یاداوری هفتم تا نهم، یعنی یه سری مواردی از هفتم تا نهم میخوام براتون اینجا چیکار کنم بگم که داشته باشیم. اولین چیزی که میخوام راجبش امروز حرف بزنم درباره ساختار جمله در زبان انگلیسیه. همونطور که میدونید در زبان انگلیسی از سمت چپ اولین کلمه‌ای که میبینیم فاعل هست، بعد از اون فعل به کار میره و بعد از اون مفعول، قید حالت، قید مکان و قید زمان چی میشه استفاده میشه. من ترتیب قرارگیری قیدها رو پس شد از سمت چپ اول فاعل، بعدن شد فعل،
بعدن شد مفعول و قید حالت و قید مکان و قید زمان. من ترتیب قرارگیری قیدها رو بهشون میگم همزه. همزه مخفف چیه؟ همزه مخفف حالت و مکان و زمانه. حالت، مکان، زمان، یعنی اول هم میشه حالت میاد، بعد مکان، بعد زمان. و سمت چپم فاعل و فعل و مفعوله. اولین کلمه من اینجا میشه چی؟ تام، فاعل جمله است. استادید میشه فعل جمله، فرنچ میشه مفعول جمله من، کرفولی قید حالته، ات اسکول قید زمانه، به قید مکانه، و لست ویک میشه قید چی؟ زمان ما. پس تا الان اولین چیز ولاده. آقا جمله انگلیسی چجوری ساخته میشه؟ فاعل، فعل، مفعول، همزه. همزه یعنی حالت، مکان و زمان. مطلب دیگه ای که باید به عنوان یادآوری و در واقع بلد باشم چیه؟ مطلب بعدی من اینه، میگم آقا جمله رو اگر در واقع بخوایم بسازیمش، جمله ما چطوری ساخته میشه؟ طرز ساخت جمله رو بلدم، باید فعل بدونم چیه، باید فعل رو در واقع چیکار کنم بشناسم. انواع فعل در زبان انگلیسی. در زبان انگلیسی ما یه سری فعل داریم که بهشون میگیم فعل‌های اصلی. یه سری فعل داریم که به اونها میگیم فعل‌های کمکی. فعل اصلی فعلیه که انجام شدن کاری رو به ما چکار میکنه نشون میده. انجام شدن کار رو نشون میده. مثل he went to school. went میشه او رفت به مدرسه. درست شد؟ یه سری فعل هم داریم بهشون میگیم فعلای کمکی. فعلای کمکی اسمشون روشه. کمک میکنن. سوالی میکنن. پرسشی میکنن جمله ما رو. منفی میکنن. روی معنیش اثر میذارن. مثل اینجا. روی معنی فعل اثر میذارن، مثل فعلای مدار، یا برای منفی و سوالی کردن ازشون چی میشه؟ استفاده میشه. مثل she can ride a horse. او میتواند، این معنی میتواند میده، او میتواند از سواری کند. پس یکی بهت فعل کمکی گفت، میگه آقا کمکی کمک میکنه، رو معنی اثر میذاره، منفی میکنه، سوالی میکنه. درست شد؟ فعل کمکیه. اما مورد بعدی که میخوام برای یادآوری بگم و بلد باشید اینه که آقا اسم در زبان انگلیسی کارش چیه؟ اگر شما اسم در زبان انگلیسی رو بخواید بدونید کارش چیه؟ میگیم آقا اسم میتواند فاعل یا مفعول جمله باشد. مثال Tom met Mary at university. الان تام کار رو انجام داده، پس فاعل جمله است و مری کار روش انجام شده و مری 100% چیه؟ جمله ماست. مفعول جمله ما در واقع اینجا هستش. خب حالا میخوام برم سراغ ادامه کارم و ادامه کارم ببینم که در واقع چی دارم اینجا. خب میریم سراغ یه قسمتی به اسم ضمیر. اول خوب به من گوش بده، بعد هر چی خواستی یادداشت کن. ضمیر کارش چیه؟ ضمیر کارش اینه که میاد جای اسم. ضمیر به جای اسم میاد. حالا کاربرد خاص داره. ما ضمیر فاعلی داریم، ضمیر مفعولی داریم. قشنگ نگاه کن، میخوام یادآوری کنم. میگه آقا ضمیر کلمه ایست که به جای فاعل و مفعول به کار میرود. به جای فاعل ما تا از تکرار آن جلوگیری شود. از تکرار چی؟ از تکرار اسم. اول میرم سراغ ضمیرهای فاعلی. میدونم بلدیا، ای کاش همه تون اینجا توی سالن 1000 نفره 2000 نفره بودین، ولی میخوام خونه تکرار کنی که حس کنی سر کلاسی. پس ضمایر فاعلی میشن چیا؟ آی، یو، هی، شی، ایت. جم وی، یو، دی. من تو او، ما شما آنها. ضمایر مفعولی. آقا ضمیر فاعلی به جای اسم در نقش فاعل به کار میره. ضمیر مفعولی به جای اسم در نقش مفعول به کار میره. ضمایر مفعولی چیا هستن؟ ضمایر مفعولی عبارتند از می، یو، هیم، هر، ایت، و جمعهاش آس که میشه ما، یو و دم.
پس اینا میشن ضمایر چی مفعولی. پس are you, he, she, it, we, you, they ضمایر فاعلی، me, you, him, her, it, us, you, them ضمایر مفعولی. میگه آقا امی اینا که نوشتی صفت ملکی، برای چی پس اینا رو اینجا درس دادی؟ مگه نگفتی میخوام ضمیر بگم؟ چرا به اینا میگن صفت ملکی عزیزای من؟ چون اکثر بچه ها اشتباه میگیرن، میخوام اینجا بگم. به اینا میگن صفت ملکی عزیزان من به خاطر اینکه بعد از اینا چی به کار میره؟ بعد از اینها اسم به کار میره. چون بعدشون اسم استفاده میشه بهشون میگن صفت ملکی. مای، مثلا میگی مای بو، کتاب به من، منم نوشتم ای من، یعنی یه اسمی با ای و من. یور کتاب، یور بوک، کتاب به تو. هیز، هر، ایتس، کتاب به او، صفت ملکی دیگه، درست شد. اور، کتاب ما، یور، کتاب شما و دیر. پس میخواستم اینا رو اشتباه نگیری. آخه بچه ها خیلی وقتا اینا رو اشتباه میگیرن، باور کنید، خیلی از بچه ها. پس این میشه کتاب من، کتاب تو، کتاب دختر، پسر، غیر انسان، کتاب ما، کتاب شما، کتاب اونا. پس اینا شدن صفت ملکی. الان بلدی چرا بهشون میگن صفت ملکی؟ به دلیل اینکه بعد از آنها چی به کار میرود؟ بگو اسم. آفرین. میخوام ببرم این پایین یه نکته ای بگم که این بچه‌هایی که کلاس زبان رفتم میگن بابا این که کاری نداره که، ولی باور کنید سر کلاس بچه‌ها از من میپرسن. پس بذار این مطالب پایه رو بگم که اگر دانش آموزی روی اینا مشکل داشت دیگه خیالم راحت باشه روی اینا هیچ مشکلی نداشته و کامل درس رو متوجه میشه. یکی از چیزایی که بچه‌ها از من همیشه میپرسن کاربردهای دوو دازو دیده. میدونم شاید باور نکنید، ولی یه وقتای خب بعضی بچه ها پایشون ضعیفه، نخوندن، بهشون نگفتن. میخوایم ببینیم کاربردهای دو، داز و دید چیه. بلدین؟ میدونم خیلی ها بلدین، گوش بدین. از این افعال کمکی برای سوالی کردن، آها، و منفی کردن، خب فهمیدم، زمان حال ساده، آهان، و زمان گذشته ساده استفاده می شود. پس اگه کسی به تو گفت آقا دو و داز دید به چه دردی می خورم، میگه قایمی گفت دو و داز برای منفی سوالی کردن زمان حال ساده و دید برای منفی سوالی کردن زمان گذشته چیه ساده است. آقای قایمی مثال هم زدی، بله، حتی زمان حال ساده هم برای توضیح دادم چه زمانیه و به چه دردی می خوره. گفتم آقا زمان حال ساده برای بیان کاری است که به صورت عادت یا کارهای تکراری استفاده می شود. با حال استمراری اشتباه نگیری ها. اگه من قرار باشه دوشنبه ها بیام اینجا درس بدم، میگم I teach English every Monday. Every month، هر ماه، این میشه زمان حال ساده. اگه بگم الان دارم درس میدم، میگم I am teaching English now. پس الان نیستا، الان میشه حال استمراری. کاری که تکراری انجام میشه 100% زمانش چیه؟ حال ساده است. خب پس برای بیان کارهایی که به صورت عادت یا کارهای تکراری استفاده میشود، مثل Mary eats breakfast every morning. Mary هر روز صبح صبحانه میخورد. Mary doesn't eat breakfast. آها، پس وقتی که Mary میاد و does میاد با does منفی میشه. بچه های عزیزم، دانش آموزایی که یه خورده زبانشون ضعیفه، دخترها، پسرها، همیشه ما یه اسی داریم در زمان حال که بهش میگیم اس سوم شخص. این اس سوم شخص کارش چیه؟ میگن آقا تو زمان حال ساده برای هی، شی و ایت به فعلتون یه دونه اس اضافه کنید، بهش میگن اس سوم شخص. آخه بعضی ها این اس سوم شخص رو با اس جمع اشتباه میگیرن. این اس به فعل اضافه میشه و بهش میگن اس چی عزیزم؟ بهش میگن اس سوم شخص. وقتی داز میذارید پشت ایت، وقتی سوالی میکنید داز میذارید، این اس سوم شخص حذف میشه. بعضیا میگن داز که میاد به بازار، ای اس میشه دلازار، داز دزده، اس رو میدزده. اینجوری هم میگن برای اینکه یاد بگیری. اما اگر عزیزای من فعل ما زمانش حال باشه و فاعل شما هی و شی و ایت نباشه، مریم نباشه، علی نباشه، زهرا نباشه،
دی باشه مثل این. They go to school every day. آنها هر روز به مدرسه میروند. آنها هر روز به مدرسه میروند. میخوای منفیش کنی دیگه داز نمیذاری، دو میذاری، میشه they don't go. اینجا دیگه فعلمون عوضم نمیشه. یا سوالی do they go. پس تا الان دانش آموز من فهمید فعل دو و داز برای منفی کردن و سوالی کردن حال ساده است. حال ساده برای سوم شخص ها اس سوم شخص میگیرد. وقتی با داز منفی و سوالی میشود اس سوم شخص بگو حذف میشود. آقا گذشته ساده داستانش چیه؟ بذار رنگ ماژیکم هم عوض کنم که چشمتون به رنگ عادت نکنه، خسته نشه. میگه آقا از زمان گذشته ساده برای بیان کاری استفاده میکنیم که در گذشته انجام شده و خاتمه یافته است. در گذشته انجام شده و خاتمه یافته است. یا مدتی در گذشته چی شده؟ تکرار شده. مثال She played tennis every Friday last month. درست شد؟ She played tennis every Friday last month. هر جمعه ماه پیش. تکراریه دیگه. ببینید بچه های من، فعلها در زمان گذشته به دو دسته تقسیم می شدن، با قاعده، بی قاعده. برای با قاعده ها فعل گذشته کافی بود به فعل سادتون، مثلا فعل پلی، شما کافی بود یه ایدی اضافه کنید، اون وقت گذشته میشد، میشد چی؟ پلید. اگر فعل شما بی قاعده بود قیافش عوض میشد، مثل بای میشد باوت، بعضی وقتا هم عوض نمیشد، کات کات. درست شد؟ یعنی در واقع با قاعده بی قاعده داشتیم. با قاعده ها انتهاشون ایدی میگرفت و بی قاعده ها تغییر قیافه نمیدادن یا تغییر قیافه میدادن کلان عوض میشدن. بای باوت کچ کات تیچ تات. درست شد؟ گو ون سینگ سنگ و قیافه عوض میشد. ولی یه چیزی مهمه، اگر اینا بخوان منفی بشن، اگر اینا بخوام منفی بشن با فعل کمکی didn't منفی میشن و زمانی که شما از didn't استفاده میکنید play دیگه به صورت played نوشته نمیشه. یعنی نیازی به اون ایدیه نیست دیگه، اون ایدیه چی میشه؟ حذف میشه. اینجا هم میگن من صدام گرفت خود آب بخورم. اینجا هم میگن دید که میاد به بازار ایدی میشه دلازار. دید دزده، ایدی رو میدزده. مطمئنم انقدر باهوش تو این کلاس دارم که وقتی فعل شکل دومه مثلا به صورت ونت اومده، خب ونت باید تبدیل به چی بشه؟ به گو بشه. پس فعل کمکی دید هم باعث میشود فعل ما از شکل گذشته به شکل زمان حال چی بشه؟ تبدیل بشه. پس این یه یاداوری. یاداوری از چی؟ یاداوری از این که آقا فعلای ما چه شکلی بودن؟ فعلای ما آقا قیمی اینجوری بود برای زمان حال ساده و گذشته ساده. دو و داز و دید برای منفی کردن و سوالی کردن استفاده می شد. دو و داز برای زمان حال بود، دید برای زمان گذشته. گفتم یه خلاصه، یه خلاصه جمع و جوری از هفتم تا نهم رو بگم. البته خب چیزای دیگه هم داره که فعلا ضروری نیست، انشاءالله در ادامه بهتون درس میدم. تا الان ببینم چه پیامایی فرستادید که برم سراغ درس خیلی مهم. خب ببینیم بچه هامون پسورد. بله فارسی یا انگلیسی؟ بله خب بچه ها اشتباه زدم. عالی. خب خب شاید چون هر دو تامون در واقع کم مو هستیم یاد اون دوستی که اسمشون آوردی، یاد اون استاد عزیز و همکار من در واقع افتادی، چون هر دو تامون به هر حال موهامونو میزنیم شاید یاد اونو.
آها محمد حسین سوال خوبی پرسیده. گفته آقا ما رو به قلمچی میرسونید. محمد حسین جان تمام تلاشم را میکنم شما را به آزمون قلمچی و تمام آزمون ها مثل آزمون ماز برسونم. ولی عزیزم من کتاب 11مم ارتباطش با کتاب 12مم بیشتره. پس 10مم رو شاید اوایلش رو نرسم. یه کوچولو به من وقت بده. تمام تلاشم رو میکنم با آزمون خودم رو برسونم. بله سعی میکنم خودم رو برسونم. یه جاهایی وقفه دارم ولی روی چشمم حتما سعی میکنم برسم. با قاعده رو میشه بگید؟ با قاعده همه فعل ها، یعنی هر چی ته کتاب 11م 12م نیست میشن با قاعده. این کسی که در واقع فقط عدد داده. فعلا درک مطلب رو ولش کن بعدن. بله بله گفتم سید مهدی آیت اللهی. چی گفتم عزیزم؟ گفتم که لطف بکن و کتاب 7م 8م 9م رو بجو نخون بجو، یعنی تک تک کلماتشو از روی آقا از روی متن کتاب درسی ها. نگی من کتاب تست خریدم یه لغت داره اینقدر، اونو نمیخوام ها. کتاب درسی رو بخونید، باز کنید خط به خطشو بخونید ترجمه کنید. این که جزوه رو با نوشته بدارم تو سایت بهت قول نمیدم، چون اینجا یه خورده کند مینویسه، تا انشالله تو زنگ تفریح درستش میکنم کاراشو انجام میدم. ولی چشم نگران نباش، چیز خاصی نیست. ریدینگ هم به وقتش میگیم، نگران نباش. اینجا قراره برای همه درس بدیم. خب میریم سراغ درس اول. خب تختم رو بزرگ کنم که بتونم این رو بگم. اینجا باید یه علامت دستم میداشت معمولا که میزدیم رو اون دستم میبردیم بالا، متاسفانه اونو ندارم. خب حل اون قلممو بهم بدید بی زحمت. آره مرسی، عالی. اینو پین کنم که بدونه. میخوام برم سراغ یه مبحثی به اسم مبحث مجهول. قشنگ به من گوش بده، قشنگ حواست اینجا باشه. مبحث مجهول از مهمترین مباحث در کنکوره. قشنگ به من گوش بده، حواست جمع. فعلا چیزی نمیخوام بنویسی، قشنگ نگاه کن. قبل از اینکه جمله مجهول رو شروع کنم، اول میخوام به شما یادآوری بکنم جمله معلوم چی بود. جمله معلوم جمله‌ایه که با فاعل شروع میشه و کار انجام شده در اون رو به فاعل جمله نسبت میدیم. مثلا وقتی میگیم The man stole a lot of money from the bank last night، The man میشه فاعل جمله ما. The man میشه فاعل جمله ما. Stole میشه و a lot of money میشه مفعول جمله ما. پس the man فاعل، stole فعل و a lot of money مفعول. این جمله معلومه. کار انجام شده دزدیدن هم نسبت دادیم به چی؟ به the man، یعنی چی؟ فاعل جمله ما. مطلب بعدی که باید بلد باشیم فعل لازم و متعدیه. بچه‌های عزیزم فعل لازم فعلی است که بعد از خود به مفعول نیازی ندارد و فعل متعدی فعلی است که بعد از آن می‌آید. شما به اسم گذرا ناگذرا خوندیم، قشنگ نگاه کنم. پس لازم یا فعل لازم بعد از خود به مفعول نیاز ندارد و فعل متعدی و بعد از فعل متعدی چی میاد؟ مفعول میاد. پس لازم لازم نداره، متعدی لازم داره. لازم بعدش مفعول نمیاد، متعدی مفعول میاد. همتون میدونید فعل لازم قابل مشغول کردن نیست، فعل متعدی قابل مشغول کردنه. قشنگ نگاه کنم. میام اینجا. یکی از بچه‌ها میگه آقا امید جمله مجهول چیه؟ قشنگ نگاه.
آقا میگم جمله مجهول جمله‌ایه که به جای فاعل با مفعول شروع میشه و عمل انجام شده در اون به مفعول جمله نسبت داده میشه. یه بار دیگه بگم. چشم. جمله مجهول جمله‌ایه که به جای فاعل با مفعول شروع میشه و عمل انجام شده در اون به مفعول جمله نسبت داده میشه. ببین عزیزم، جمله lot of money was stolen from the bank last night جمله مجهوله. از کجا میفهمم؟ اولش a lot of money داره و a lot of money مفعول جمله ماست. was stolen رو بهش میگن فعل مجهول. was stolen رو بهش میگن فعل مجهول. از کجا میفهمم مجهوله؟ این پایین براتون نوشتم، چون از ترکیب یک فعل to be و یک past participle یا قسمت سوم ساخته میشه. همه فعل‌های مجهول یه to be دارن یا قسمت سوم. هر وقت to be قسمت سوم دیدی میگه قطعا مجهول است. فقط یه توضیح. یکی از بچه‌ها میگه آقا ما زبانمون ضعیف، الانم که اینور ایرانیم رومون هم نمیشه بپرسیم فعل‌های to be چیا بودن. به فعل‌هایی مثل فعل am، is، are خوب نمی‌نویسه. was، were و be been و being میگیم فعل های to be. اما ایزار بچه اینا رو پاک کنم دوباره بنویسم میخورده. پس به فعل های am، is، are، was، were، be و been و being هم فعل های to be. شما یه خورده مرتب تر بنویسید. من شاید اینجا یه خورده تختم اونجوری که دلم میخواد نمی نویسه واسه همینه. خب فعلای توبی رو اینجا نوشته بودم خودم. اما ایزا آر واز و ور بی و بین و بینگ بهشون میگیم فعلای توبی. پس هر وقت یه فعل توبی داشتیم به اضافه قسمت سوم میگیم فعلمون مجهوله. بچه هایی که میخوان امتحان پایان ترم بدن حواسشون باش. یکی از سوالایی که اون استاد محترمشون در پایان ترم یک تو آزمون میده، حالا چه حضوری باشه چه آنلاین بشه، میگه جمله زیر را مجهول کنید. ما برای مجهول کردن چند تا قدم داریم. قدم اول مجهول کردن حذف فاعله، یعنی فاعل جملمون باید چی بشه؟ حذف بشه. قدم دوممون قرار دادن مفعول به جای فاعله. بیا این دو تا قدم رو بریم. اول Mary took her sister to school yesterday. Mary برد خواهرش را به مدرسه دیروز. اولین کاری که بکنم باید Mary رو خط بزنم. Took فعل جمله است. Her sister مفعول جمله. قدم دوم her sister رو بیارم اینجا. قشنگ نگاه کن. اینجا داستان مهم میشه. سه استفاده از to be به اضافه past participle یا قسمت سوم مناسب. استفاده از to be به اضافه past participle مناسب یعنی چی آقای قیمی؟ to be به اضافه قسمت سوم مناسب. قشنگ نگاه کن، به جمله های من گوش بده. آقا اینجا توش توک داره. توک زمانش گذشته است. اگر اینجا زمانش گذشته است پس اینجا هم باید زمان جمله من گذشته باشه. قشنگ نگاه کن، تو بیای زمان گذشته چیا بودن؟ اینهاشش was و were. برای هر سیستر، هر سیستر چند تا است؟ یه دونه است، پس براش میذارم was.
قسمت سوم فعل take چی میشه؟ بلدم take, took, taken. پس شده her sister was taken to school yesterday. جمله اول: مری برد خواهرش رو مدرسه دیروز. خواهرش برده شد به مدرسه دیروز. تا اینجا نمرات کامل میگیریم. آقای قمی، ما معلممون گفته جمله مجهول جمله ایست که فاعل نداره. درست گفته؟ جمله مجهول جمله ایست که با فاعل شروع نمی شود، میتونه فاعل داشته باشه. شما میگید علی شیشه را شکست، مجهول. شیشه شکسته شد توسط علی. این توسط علی تو انگلیسی میشه بای علی. کجا میره آخر جمله؟ پس می نویسم قدم چهارم فاعل جمله مجهول میتواند، فاعل جمله مجهول میتواند، فاعل جمله مجهول میتواند به همراه بای بعد از فعل مجهول، بعد از فعل مجهول، یه خورده اینو بیارم بالا، انتهای جمله بیاید. بعد از فعل مجهول یا انتهای جمله بیاید، این آشش دقیقا تو این جمله منم هستش. Her sister was taken to school by Mary یا by her، درست شد، yesterday. رفت اونجا by Mary یا by her yesterday، قبل از قید زمان. یه چیزی رو بهتون بگم، فقط اینجا زمانیه، نری بزنی یه موقع بای شیا، بای شی نداریم ها، غلطه. ضمیر مفعولیه، ضمیرمون ضمیر فاعلی نیست، پس یه موقع از بای شی استفاده نکنید. بعد از بای ضمیر حتما باید به صورت ضمیر مفعولی به کار بره، اینجا ضمیر فاعلی استفاده نمیشه. تا الان چی یاد گرفتم؟ تا الان یاد گرفتم جمله معلوم چیه. تا الان یاد گرفتم، بذار سفر کوچیک کنم که چیزایی که میگم رو ببینید. تا الان یاد گرفتم جمله معلوم چیه. فعل لازم متعدی رو یاد گرفتم، لازم مفعول نمیخواد، متعدی مفعول میخواد. جمله مجهول رو یاد گرفتم، اولش مفعول داره، فعل مجهولم، یه توبیه با قسمت سوم توبیارم اینجا داشتم. اینا رو مثلا از اینجا پاک کنم که اصلا نیازی نباشه که جزوتون رو در واقع خراب نکنه، که اگر سیو گرفتیم بتونید ببینید توبیام این پایین هستن. پس فعلای توبیام عبارتند از ام و ایز و آر، was, were, be, been و being. این آشه، این پایین است. جمله نحوه مجهول کردن، مجهول کردن چند تا قدم داشت؟ چهار تا. یک، اول فاعل رو حذف میکنیم، دو مفعول میذاریم جاش، سه تو بی قسمت سوم مناسب میذاریم. از کجا؟ از جمله معلوم. هرچی زمان اون بود زمان اینم باید همون باشه. قشنگ گوش بدیا. بعد از اینکه این کارا رو کردیم جمله ما چی میشه؟ مجهول باشه. میشه. میخوایم براش فاعل بذاریم، فاعل رو با بای میبریم. کجا میبریم؟ آخرش میذاریم. حالا راجع به آخرش هم میخوام حرف بزنم. تا اینجا اگر سوال خیلی حادی داری بپرس، توضیح بدم. آتنا امینی میگه آقا الان همه میخندن، میگم برای کسی که درصدش 70 هم هست کلاس شما خوبه. آتنا جان، این که شما اطمینان داری در کنکور 70 میزنی این خیلی خوبه، ولی واقعا دخترم شاید 70 هم نزنی. آیا در کنکور 1399 شرکت کردی یا 70 زدی؟ شاید این اتفاق نیفته، ولی اگر 70 هم هست میخوای 100 بزنی، بله برای 100 زدن بیا کلاس قطعا. حجم لغت ها زیاده، بله. فعلایی که شکلشون عوض نمیشه، سر مثل کات کات کات، پوت پوت پوت، کاست کاست کاست، اینا مهمترین، برودکست برودکست برودکست، درست شد، هرت هرت هرت، اینا مهمترین فعلایی هستن که قیافه هاشون عوض نمیشه. تای جزوه 11 همه ده انشاءالله برات گفتم، اونجا هم هست. حتما باید کتاب هفتم تا نهمو بخونید، گفتم عزیزم فایلشو دانلود کن. عزیزم کلاس کنکوره، کلاس آیلتس نیست، من همه چی رو فارسی می نویسم. ادوانس 3 رو تمام کردم. ادوانس 3 چیه؟ چه کتابی؟ ادوانس 3 چه کتابی عزیزم؟ هر کس که دوست داره.
بله. راجب سوال 1400 زود الان مریم جعفری حرف بزنیم، یه چیزی شبیه 99 سخت‌تر. برای ریدینگ و کلوز فعلا زوده دخترم، همه زمانا رو میگم چجوری مشغول کنیم. نه نه سارا ورمزیاری، میتونیم بای نذاریم دخترم، بای هم نذاری نمرتو میگیری، مشکلی نداره. بای نشونه است، به ما نشون نمیده که مشغوله. پرنا محمدزاده ور کجا میاد؟ صبر کن، میتونیم شایان قدم آخر انجام ندیم. آقای طهماسبی امیررضا، مجهول بودن به وجود فاعل نیست، مجهول بودن به اینه که با فاعل شروع نشه. امیررضا جان، میتونه فاعل بره آخر جمله. نمیگیم جمله مجهول جمله است که فاعل نداره. یه کسی به تو اینطوری گفته تو اشتباه یاد گرفتی. جمله ای که با فاعل میگیم علی شیشه را شکست، شیشه شکسته شد توسط علی، الان علی داره توش، آیا مجهول نیست؟ مجهوله. انگلیسی هم همینطوره. خب تا ساعت 10 برای صحبت کردن اینجا کلاس مکالمه نیست، انشالله اگر تو گروه مکالمه شرکت کردین به خاطر همینه. خانم چگینی، باید همه بچه ها بفهمن دخترم. آقای نجار، انشالله در جلسه کلوز و ریدینگ جداگونه تو کارگاهش میگم شرکت کنه. حتما آریان خالدی، ورکبوک رو باید خط به خط، به خصوص 12 ها بلد باشید. نه 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 آرش سراجده، منظورم از بعد فعل مجهول، منظورم فعل مجهول بیاد بعدش، بعدش آخر جمله است منظورم. حالا تو تستا بهت نشون میده. الان دو مفعولی رو هم بهت میگم، عجله نکن. بله محمد حسین حسینی، نمیدونستم شما از لندن شرکت میکنی، به خاطر همین با لحجه یه خورده فارسی انگلیسی ها رو میخونم. عذرخواهی میکنم، این کلاس برای بچه های لندن نیست، برای بچه هایی که کامل درس رو بفهمن. مرسی. چشم عرشیا، من فول اسکرین میکنم. خیلی هم عالی، متشکرم. نه مجتبی جهانی، هیچ وقت برای جمله مجهول فاعل اولش نمی آید، اگر بخواهد بیاید می رود آخرش. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. یه خورده سوال مرتبط بپرسین، کلاس تا چنده اینا؟ من توقعم از بچه های ماست خیلی بهش بیشتره ها، یعنی دوستان من در ماز، مدیران ماز به من گفتن بچه های اینجا خیلی درس خونن. سوال درسی، فعلا سوال خارج درس نپرسین. آقا میخوام برم سراغ یه جدولی که این جدوله واقعا به قول بچه های تایمای قبل میگن آقا این جدوله جدوله بهشتیه. چرا جدوله بهشتیه؟ آخه اومدم همه مجهولا رو گذاشتم قشنگ توی جای ترتمیز مرتب، بچه هر وقت میخواد بخونه میاد این جدوله رو دوره میکنه میبره جلو. میخوام پیشنهاد کنم یه دقیقه ننویسی، پنج دقیقه ننویسی، فقط گوش بده. ببین این امروز روز تو مجهول روز گوش دادنه، روز نوشتن نیست. قرار من بنویسم، نگاه کن. اولین زمانی که در واقع میخوایم اینجا راجبش حرف بزنیم زمان حال ساده و گذشته ساده است. میخوام از این بر جدول برم، زمان حال ساده، زمان حال ساده و زمان گذشته ساده. قشنگ گوش بدی ها، خط به خطشو میگم. میگم آقا برای مجهول زمان حال ساده